هر کدوم از میزها وجود دارن. شیشه های بزرگ، سبک، با دوام و یک تکه که قابل برنامه‌ریزی هستند. این یکی رو نگاه کنید. اگه واقعا یکی از اینا تو مدرسه ما بود، به این سادگی نمیتونستی من رو از کلاس بیرون بیاری. این یه میز هوشمند تعاملی برای فعالیت‌های کلاسیه که از فناوری چند لمسی یا مالتی تاچ درست شده. چیزی شبیه به این میز آموزشی همین امروز هم وجود داره، البته نه در این اندازه و نه با این امکانات. میزهای با قابلیت‌های لمسی یا تاچ و سرویس‌های نمایشی همین امروز هم نصب شده و در حال استفاده هستند. هنوز سفر کوتاه ما به یک روز در آینده تموم نشده، اما اجازه بدید قبل از ادامه این سفر سری به استودیو بزنیم. آقای دکتر علی اکبر جلالی استاد دانشگاه و از کارشناسان بنام فناوری اطلاعات در کشورمون هستند که با ما در مورد سبک زندگی دیجیتال گفتگو کردند. آقای دکتر جلالی، بعضیا نقاط قوت سبک زندگی دیجیتال رو بیشتر بهش می‌پردازن، بعضیا میرن سراغ نقاط ضعفش. مثلا میگن که ورود شبکه‌های اجتماعی باعث شده ما دیگه خانواده‌های همدیگه رو نبینیم، خیلی با همدیگه روابط رو در رو نداشته باشیم، یا مثلا همین ابزارهای دیجیتال باعث شده که ما دیگه مثل قدیم حتی 4 تا شماره تلفن هم حفظ نکنیم و خیلی از توان مغزی خودمون استفاده نکنیم. شما نظرتون چیه؟ ببینید، زندگی همیشه در حال تغییر بوده، مربوط به این وضعیت فعلی که فناوری‌های دیجیتال واسه توسعه شده نیست. شما اگه برگردی به تاریخ، می‌بینی یک نفر که از روستا به شهر میاد، کاملاً سبک زندگیش تغییر می‌کنه. بعد از یه مدتی قشنگ آمادگی پیدا می‌کنه که در فضای جدید زندگی بکنه و فراموش می‌کنه اون گذشته خودش. فناوری هم دقیقاً همینطوریه. هم. یعنی شما تصور کنید یه زمانی که یخچال نبود، خب مردم به راحتی بدون یخچال داشتن زندگی می‌کردن، ولی وقتی که اومد دیگه مردم نمی‌تونن بدون یخچال زندگی کنن. سبک زندگی عوض شد. سبک زندگی رو این فناوری‌ها تغییر درش ایجاد می‌کنه. البته درست می‌فرمایید شما، تبعات منفی هر فناوری داره. همین یکیش تغییر زندگی معمولی و سنتی افراد که خوب باش خو گرفتن پدرانشون خودشون، حالا میخوان تغییر ایجاد بدن، بعضی وقتا تبعات منفی و وابستگی به تکنولوژی، وابستگی اینها. این حرف درسته، اما اگر ما بخوایم مثلا فرض کنیم شرایط حالا رو در نظر بگیریم و آینده رو بخوایم، آیا با همین زندگی امروزمون قانع میمین؟ نه. چرا اینقدر مردم گوشی‌های متنوع می‌خرن؟ چون قابلیت‌های این گوشی‌ها داره بیشتر میشه، درنتیجه با فناوری دارن میرن جلو. به صورت طبیعی من فکر میکنم که داره وضعیت زندگی بشر دچار یه تغییر اساسی میشه و این تغییر اساسی منشأ اصلیش باز این فناوری‌های روزه. دکتر جلالی، شما معتقدین که این ابزارهای دیجیتال زندگی ما رو ساده تر کردن یا سخت‌تر؟ ساده تر. اگر ما به فراوانی اطلاعات و نیاز اطلاعات امروز بشر نگاه کنیم، نیازمند به ابزارهایی هستیم که این ابزارها تسهیل کننده باشن. مثلا اگر قدیم نگاه میکنیم یه نفر یه تراکتور داشت، خب فقط اطلاعات مربوط به تراکتور برای زندگی کشاورزیش کافیه. امروز نسل دیجیتالی ابزارهای جدیدی داره، به عنوان مثال مثلا این کتاب دیجیتالیه. خب وقتی یک ابزاری به این سادگی رو شما در جیبت میتونه بگذاری و تمام کتابخانه جهان همراهت باشه، خب معلوم استفاده میکنی. یه سبک جدیدیه، یه ای‌بوک، یه کتابخانه. به راحتی تمام کتابا رو میتونی برداری، میتونی بریزی. خب ببین چقدر اینجوری پیش خودت فکر میکنی، پس من چقدر جنگل‌ها رو نابود نمیکنم، چقدر به محیط زیست دارم کمک میکنم، اگر چقدر اشتغال جدید دارم ایجاد میکنم. نه، همه حسنه. نه، همه حسنه. بعد خب تبعات منفیش چیه؟ منفیش اینه که دیگه ما نمیتونیم بنویسیم، نمیتونیم مثلا فرض کنیم خط ما ممکنه از بین بره، یا اون لذت ورق زدن رو نداریم. خب دیگه یه چیزی رو در مقابل یه چیز از دست میدی. ولی وقتی بخوای به تمام کتاب‌های جهان دسترسی پیدا کنی و یه دانش آموز اینو بذاره تو جیبش ببره مدرسه، همه چیزشو با این کار انجام بده، خب انجام میده. این به صورت طبیعی. این یک ابزارهای متنوعی هست. مثلا یه ابزار دیگه من خدمت شما نشون بدم در بعضی از کشورهای توسعه یافته، ابزار بچهای مدرسه شون این دوتاست. یعنی این یک کتاب معمولیه، با همین کاغذ معمولی است که البته این کاغذش یه مقداری رو حساسیت داره. به اضافه این قلمیه که بهش میگن قلم دیجیتال. یعنی شما اگر الان معلمی شروع کنی به من صحبت کردن، هر چی که بگی من اینجا دارم یادداشت میکنم با این قلم. خب یادداشت میکنم، ممکنه که حین صحبت حواسم پرت بشه یه چیزی رو ننویسم. معمولا همین اتفاق میفته، ولی این مینویسه، این برام نگه میداره، در خودش ذخیره میکنه. وقتی رفتم خونه شروع میکنم اینا رو میخونم، یه جا میبینم جا افتادم، اونجا رو دوباره تصحیح میکنم. خب این باعث میبینیم چقدر در مدیریت نقش داره. الان میتونیم نشون بله بدیم. الان اگه این کلیدشو بزنیم، مثلا فرض کنید یه جای داخل اینجا که من قبلا نوشتم الان بذارم، روی این که بذارم شروع میکنه برام صحبت کردن و اون به اصطلاح نوشته ای که داشتم رو به من میگه. ببین من مدیران محترم آموزش و پرورش دیگه بقیش
چه جالب. یه جایی بودید داشتم توضیح میدادم، داشتم همینجور نوشتم اینجا، اینجا قشنگ نوشتم، حالا دوباره دارم باز کنم، چند تا کلمه رو جا گذاشتم. خب شما ببینید این چقدر به دانش آموز داره کمک میکنه. این خیلی خوش به حال دانش آموزا میشه دیگه. یکی نابینا باشه میتونه مثلا یکی نوشته باشه متن رو خودش نتونسته بره، این میذاره اونجا براش میخونه. اصلا میخوام بگم که روش های آموزش، ابزار آموزش برای نسل دیجیتال داره تغییر میکنه. زندگی ما داره به سبک زندگی باید تغییر بکنه. البته ما به دنبال این هستیم که همیشه ارزش ها رو حفظ بکنیم. اتفاقا حفظ ارزش ها با استفاده از این فناوری ها دوامش بیشتره و میتونه انتقالش ساده تره. و من فکر میکنم که ما در آینده تغییرات بسیار بسیار جدیتری از آنچه که امروز داریم میبینیم خواهیم داشت. بسیار عالی. آقای دکتر جلیلی، ما یه بخش رو آماده کردیم کوتاه از یکی از این فیلمایی که آینده رو به تصویر کشیده. شاید در 19 20 سال آینده چه تکنولوژیایی ممکنه وجود داشته باشه. اگه موافقین بریم با هم دیگه. بله حتما، خوشحال میشم. ما رو همراهی کنید. خب برگردیم به ادامه سفرمون در دنیای فردا. جالبه نه؟ تمام منطق و هوشمندی در یک شیشه کوچک، سبک، مقاوم و مجهز به فناوری لمسی تعبیه شده. با دیدن این اتاق شاید به این فکر میکنید که برای چی یه نفر به یک اتاق پوشیده از شیشه نیاز داره. خب برای شروع باید بگم که این دیوارهای شیشه‌ای میتونن نمایشگرهای هوشمندی باشن که بنا به کاربردی که اون اتاق داره، اطلاعات مختلفی رو نمایش بدن. در اینجا این آقایون دکتر در یک کنفرانس ویدیویی در حال مشورت در مورد یه مریض هستند. البته صدها کیلومتر از همدیگه دورن. این فناوری ها محدودیت های جغرافیایی رو از بین میبره و هر حرفه‌ای رو متحول میکنه. واقعا حیرت انگیزه. تمامی اون اطلاعاتی که اون سر دنیا دستگاه‌ها به دست آوردن به اینجا منتقل شده و نمایش داده میشن. همه اینها در یک چشم به هم زدن اتفاق افتاد. فقط به پهنای باندی که برای انتقال سریع این حجم اطلاعات نیازه فکر کنین. بله، نیاز به توسعه بعضی از فناوری‌های زیرساختی مثل نسل‌های بعدی فیبر نوری برای انتقال سریع و حجم اطلاعات تا بتونیم اطلاعاتی مثل این اطلاعات پزشکی رو به راحتی جابجا کنیم و پردازش‌های پیشرفته از این دست رو روی اونها انجام بدیم. اجازه بدید برگردیم پیش سارا که انگار از طرف مدرسه به یک تور علمی رفت. خیلی جالبه. بازم دسترسی به اطلاعات پردازش شده حرف اول رو میزنه. مثل اینکه دارن در مورد دایناسورها یاد میگیرن. این یه فناوری نمایشی پویا یا داینامیکه که اطلاعات رو با توجه به ویژگی‌های بیننده نمایش میده. خب امروز نمیشه همچین کاری کرد چون به تجهیزات الکترونیکی پردازشی و نمایش اطلاعات پیشرفته‌تری نیاز داریم. اما همه اینها از فناوری‌های کوچکتری شروع میشه. مثل اینی که دست سارا و دوستشه. این تبلت با دوربین دیجیتال پیشرفته و توان پردازش گرافیک سه‌بعدی بالا میتونه به سرعت حس واقعی دیدن دایناسورها رو به این بچه‌ها منتقل کنه. ابزارهایی که نه تنها سبک آموزش در دنیای آینده، بلکه تمام سبک زندگی ما انسان‌ها رو عوض می‌کنه. اینجور که معلومه سارا بعد از یک روز هیجان‌انگیز اومده خونه و داره با تبلتش سفر امروز رو به اعضای خانواده نشون میده. خب دیگه رسیدیم به آخر سفرمون. سارا کارهای مدرسه‌اش رو انجام داده و آماده میشه که بخوابه. مادرش سیستم کنترلی هوشمند اتاق رو فعال میکنه تا شرایط اتاق رو برای خوابیدن سارا آماده کنه. البته این داستان کوتاهی از زندگی ما انسان‌ها در سال‌های آینده است. فناوری‌های مثل پردازش فراگیر یا یوبیکوئتس کامپیوتینگ، سیستم عامل‌های باز یا اوپن آپراتینگ سیستم، برنامه‌های کاربردی اشتراکی یا شیرد اپلیکیشنز، حافظه‌های رسانه‌ای ابری یا کلاود مدیا استوریج و پهنای باند نامحدود یا آنلیمیتد بندویت. می‌دونیم که گام‌های زیادی باید برداریم تا به فناوری‌های قابل اطمینان، مقرون به صرفه و هوشمندی برسیم که امروز دیدیم، ولی این روزها خیلی دور نیستن و مطمئن باشین که دست‌یافتنی‌اند. آقای دکتر، با هم دیگه این فیلم رو دیدیم و اینکه خب جلوه‌های قشنگی از زندگی دیجیتال نشون میده. اون ور قضیه بازم سبک زندگی دیجیتال که حاکمه. انگار که همه آدمایی که تو این فیلم بودن با زندگی دیجیتال عجین بودن، با ابزار دیجیتال. واقعا آینده از نظر شما کارشناسای آی تی به کجا میره؟ ببین، نسل جدید ما نسل دیجیتاله. همین داخل ایران الان به تمام مدارس بدون استثنا بچه‌ها بلدن استفاده کنن از ابزارهایی که در حوزه دیجیتال. بله دیگه، صبح تا شبشون تو اینترنت خیلی. یه آینده‌ای هم وجود داره که دست ما نیست. حالا شاید بعضی وقتا متأسفانه، بعضی وقتا خوشبختانه. چرا متأسفانه؟ برای که ما همیشه دوست داریم خودمون چیدمان کنیم، هم برای زندگیمون، هم برای محیط اجتماعیمون. منتها با توجه به این رسانه‌هایی که الان وجود اومده، دنیا داره به حالت یک پارچگی از نظر ارتباطات میرسه. حالا هر کی محتوای قوی‌تری داره، محتوای بیشتری تولید می‌کنه، تو جهان برجسته‌تره. ما از زمانی که خودمون بتوانیم فعال بشیم، داناییمون رو بالا ببریم، می‌توانیم برای خودمون سبکی رو ایجاد بکنیم تو فضای دیجیتال. اگر
این کار نکنیم سبک دیگران به ما القا میشه و ناخواسته خودمون در جهت یک زندگی ناخواسته قرار میگیریم. بنابراین اگر ما به فناوری‌ها نگاه کنیم، به عنوان مثال الان ما دسترسی محدود در اینترنت و شبکه‌های داخل کشور داریم دیگه به صورت طبیعی. خب این شبکه‌ها رو الان کشورهای دنیا دارن روش‌های جدیدی رو، مثلا یکی از شرکت‌های بزرگ همین الان داره یه بالون‌هایی رو طراحی کرده که دو برابر به اصطلاح پرواز هواپیماها قرار میده. یعنی اگه 40,000 پا پرواز میکنه هواپیما، اون رو 80,000 پا در اونجا یه بالون‌هایی رو دارن قرار میدن. الان هم آزمایشی شروع کردن و در آینده خیلی نزدیک در تمام نقاط جهان، چه در مثلا بیابون باشی یا داخل شهر باشی، 3 گیگا بیت در ثانیه پهنای باند بهت میرسه. یعنی این فیبر نوری و شبکه‌های، یعنی دیگه نقطه کور اینا دیگه نداریم، حالا همه جای جهان رو پوشش میده. ببین شما اگر یک راهش اینه که بگی اصلا من اون رو نمیخوام باش برخورد کنم، خب نمیشه. هزینه های برخورد رو، ولی یک کار خوبش اینه که ما آموزش بدیم مردم رو این واقعیت رو بپذیریم، ما هم بتوانیم از این امکانات که در سطح جهان میشه هم تاثیرگذار باشیم هم تاثیرپذیر. ما الان متاسفانه تاثیرپذیر هستیم ولی تاثیرگذار نیستیم. آقای دکتر جلیلی، من میخوام که یه جنبندی آخر رو داشته باشم از شما، و اونم این که میشه با فرمایش شما این نتیجه رو گرفت که ما خیلی گریزی نداریم از این پیشرفت‌های دیجیتال و تکنولوژی و باید خودمون رو همگام بکنیم با سبک زندگی دیجیتال، اما شاید مدل بومی خودمون رو براش داشته باشیم؟ قطعا اینطوریه. منطقه باید هم تاثیرگذار باشیم هم تاثیرپذیر. اگر ما تصور میکنیم اگر مدل بومی برای کشور درست کنیم و مردم فقط همون رو اطاعت میکنن، یه کار مثلا ریموردیه. به خاطر که گفتم فناوری های روز داره این اجازه رو به همه مردم میده، دولت ها رو داره دور میزنه به طوری که ملت ها در جهان با هم میتونن ارتباط بگیرن. برعکس اگر ما بتوانیم محتوای خوبی رو تولید کنیم، یه سبک جدیدی از زندگی اسلامی ایرانی بتوانیم درست بکنیم و سرمایه گذاری کنیم براش، به صورت طبیعی خود مردم برداشت میکنن. مثل بانکداری اسلامی که الان در کشور اروپایی و انگلیس اینها از بانکداری اسلامی بیشتر استقبال شده تا در کشور اسلامی. خب وقتی این نمونه های موفق اینطوری رو ما داریم در داخل دنیا، باید نترسیم، یه مقداری ریسک پذیر بشیم، ریسکشو بپذیریم و بتوانیم در فضای مجازی و این سبک جدید زندگی خودمونو با روش های علمی منطقی که خوشبختانه از نظر علمی هم وضعیت خوبی کشور داره، 4,500,000 دانشجو و اصلا زندگی ما داره خود به خود به سمت کسب و کارمون دیجیتال میشه، زندگیمون دیجیتال میشه، بتونیم با منطق بهتری از آنچه که تصور میکنیم و تخیل میکنیم بتوانیم پیش بریم. انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر جلیلی که امروز بارم بگیرم. متشکرم. زندگی روزانه پدیده هایی هستن که چنان نرم و آهسته وارد زندگیمون میشن که کسی متوجه ورودشون نمیشه. حتی این پدیده ها اونقدر زندگیمون رو تغییر میدن که همه فراموش میکنیم پیش از این روال کارها جور دیگه ای بوده. مثلا در استفاده از تکنولوژی وب فرقی نمیکنه شما کجای کره خاکی زندگی میکنین و یا چه جوری و تا چه حد به اینترنت دسترسی دارین. مهم اینه که امروز اینترنت به یک ابزار اساسی برای دسترسی سریعتر و مطلوبتر به مطالب تبدیل شده. وب از ابتدای ظهورش تا به حال دستخوش تحولات زیادی شده و اونچه که امروزه ما ازش استفاده میکنیم به وب 2 مشهوره. نسخه ابتدایی این تکنولوژی یعنی وب 1 از سایت های تشکیل میشه که محتوای اونها توسط افرادی خاص و یا از منابع خاص ارائه میشه و کاربرای وب فقط مصرف کننده هستن، یعنی فقط امکان دیدن و مطالعه اطلاعات رو دارن و تعامل کاربر با سایت بسیار محدوده. حالا چندین ساله که از وب 1 جدا و با تکنولوژی وب 2 همراه شدیم که به کاربرا علاوه بر خوندن اطلاعات امکان اصلاح اطلاعات و حتی بارگذاری اطلاعات جدید رو هم میده. هدفمند کردن یارانه ها، سلامت الکترونیکی، کاربردهای انتخاباتی و خدمات دیگه‌ای که در برنامه‌های قبلی فناورانه گفتیم بدون وب 2 امکان پذیر نیست، چون شما نیاز دارین که با سایت سازمان مورد نظرتون تعامل داشته باشین، فرم پر کنین و پروفایل داشته باشین. وبلاگ‌هایی که توسط کاربرا به وجود میان هم یه نمونه دیگه از سایت‌هایی هستن که از وب 2 استفاده می‌کنن. یکی از سایت‌هایی که از این تعامل با کاربر برای گسترش سایتش استفاده کرده، ویکی‌پدیا است.
ویکی‌پدیا یک دایره المعارفه که هیچ مؤلف خاصی نداره و توسط کاربراش گسترش پیدا میکنه و همه کاربرا میتونن اطلاعات خودشونو به مطالب این سایت اضافه کنن یا اطلاعات موجود اون رو اصلاح و حتی حذف کنن. اینها همه یعنی استفاده از تکنولوژی تعاملی وب 2 که در اون کاربرا هم جزئی از وبسایت به حساب میان و با استفاده از هر ابزاری مثل گوشی‌های موبایل، تلویزیون‌های اینترنتی و دوربین‌های دیجیتال میتونن بدون واسطه با اینترنت ارتباط برقرار کنن، داده بگیرن و محتوای اون رو تغییر بدن.